آریا. درود آرمین جان. به 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 به، میبینم که این سری آقا بابک هم میبینیم، چقدر خوب. امیدوارم هر دوتاتون خوب باشید. این سری میخوام درباره نجات پرستی صحبت کنم. سری قبل داخل حرفام ادعا کردم که نجات پرستی اونقدر در ایران معنی نداره که مثلا در خیلی از کشورها معنی پیدا میکنه، و آرمین در جواب حرف من گفتش که نه، نجات پرستی به شدت در ایران وجود داره. حتی یک آمار به من نشون داد از سایت واشنگتن پست که سایت آمریکایی هست، و تو آمار مثلا آمریکا و مثلا آلمان یکی از بهترین کشورها در نجات پرستی، مثلا ولی مثلا بدترین کشورها هند بود و مثلا ایران هم مثلا وضعش خیلی بد بود. من میخواستم اینو بگم اول از همه که به نظر من به شخصه کشوری که مردمش از مهربونترین مردم دنیا هستن، یعنی ایران، من کشوری ندیدم، یعنی نمیتونم بگم کشوری ندیدم، ولی مردم ایران از جمله مهربون ترین مردم دنیا هستن. و این که مثلا ما بگیم این مردم نجات پرست هستن، به شدت مثلا نجات پرست، واقعا توهین‌آمیزه به نظر من، چون که به نظر من ایرانی ها فقط یه مقداری درک نشدن، در صورتی که یه سری چیزهایی که مثلا شما به اسم نجات پرستی میبینید در ایران بیشتر از دید من ناآگاهیه. مثلا ناآگاهی که مثلا یک جوک رو چه شکلی تعریف کنی، یا مثلا درباره اعراب مثلا تو مثال زدی، ولی در ایران دو مدل برداشت میشه از کلمه عرب. یکی بعضیا میان میگن مثلا اعراب اونایی هستن که مثلا به ما مثلا فرض کن حمله کردن 1500 سال پیش، فکرشون اون بره، در حالی که مثلا عربهای ایران رو ایرانی میدونن، نه که بخوان عربی بدونن. و برای همین من فکر نمی کنم که اون، شاید به صورت استثنایی واقعا یه نفر مثلا تو ایران، بله ممکنه استثناء همه جا وجود داشته باشه که مثلا واقعا یه نفر بگه نه واقعا نجات ما واقعا برتر، ولی من اگه من آریا جان بازم تو همیشه این نتیجه گیریایی که میگیری همش بر اساس من احساس میکنم، من اینجوری فکر میکنم، یعنی بدترین روش های نتیجه گیری رو تو همیشه میای استفاده میکنی برای اینکه به یه نتیجه برسی. معروف ترین روش های بد نتیجه گیری رو تو همیشه میای استفاده میکنی، و همیشه هم از آمار و تحقیق و اینا بدت میاد، میگی که اونا رو من دوست ندارم. یعنی روش های علمی نتیجه گیری رو میگی اینا اشتباهه، روش های من بر احساس میکنم مردم ایرانی خب مهربونن، من اینجوری برداشت، هم احساساتت رو استفاده میکنی، هم تجربه های شخصی تو، احساسات و تجربه های شخصی که بدترین روش ها هستن رو تو دوست نداری، آمارای علمی که بهترین روش هستن اونا رو دوست نداری، میگم احساسات و تجربه های شخصی رو که بدترین روش هستن اونا رو دوست داری، ولی آمارهای علمی که بهترین روش هستن و کامل هم نیستن، یعنی اونا هم نقص دارن، ولی بهترینن، اونا رو میگی بدن. ببین این سوال تا میگه که ممکنه به خاطر این میشده که به نظر میرسه که به خاطر جوکایی که استفاده میکنن یا روش حرف زدن. نه ببین آمارهایی که گرفته شده سوالاشون برای این اساس بوده که بیان ببینن واقعا نژاد ستیز هستن مردم یا نه. این مثلا خیلی سوال مختلفی شده. خب یک سوالی هم که مثلا این بود که ببینین آیا شما دوست قبول، سوالی که مثلا یک نمونهشه، خب سوالی که تو این آمار که شده که من دارم نشون میدم از مردم سوال شده که شما آیا یک همسایه که با نژادش با شما یکی نباشه رو دوست دارین، قبول میکنین یا نمیکنین. خب و تو کشورهایی که جواب بدترین کشور، البته این یه مقدار اول شده چون این الان یه مقدار این آمار قدیمیه، خب و نتیجه جدید یه مقدار عوض شده. ایران هم من ببین یه چیزی هم بگم، من همه فکر می‌کنم مثلا من ایران ستیزی دارم می‌کنم، ایران پیشرفت کرده، یعنی نژاد ستیزیش کمتر شده، یعنی این پیشرفت ما باید بگیم، ولی خب هنوزم بده. ببین اون موقع که این آمار گرفته شده بود هند بدترین کشور بود، البته خب هند هم دینشون روشون خیلی تاثیر داره، بخاطر اینکه تو دین هندوها کاستیزم وجود داره. خب کاستیزم هردیتیکال هست، برای همین دشمنی با مثلا یک کسی که از یک نژاد دیگه یا یه هریدیتی دیگه هست اصلا از دینشون خیلی زیادش کرده، یعنی هند تحت تاثیر دینشون هم هست که این تاثیر نداره. ولی اگه نگاه کنین ایران خیلی بده، عربستان خیلی بده، مصر خیلی بده. حالا یه چیزی هم بگم، همه هم فکر میکنم ما همش بخوام نشون بدیم کشورهای غربی خوبن و کشورهای مثلا ایران بده، نه
فرانسه هم بده، فرانسه هم جز کشورهاییه که بد بود، ولی اروپای غربی اکثرشون خوبن، کشورهای اسکندیناوی خوبن، آمریکای شمالی خوبن، ولی فرانسه تو این آمار نشون داده که بده. اما یه چیزی بگم، این آمار هم هنوز نقص داره، نقصشون خودشون هم ادعا میکنن که نقص داره آمارشون، ولی این روش ها، من همیشه دارم به شما میگم این روش ها بهتره. من نمیدونم، تو همیشه میگی که من احساس میکنم و هیچ وقت هم توضیح نمیدی که چرا این روش نتیجه گیری تو برتره، یعنی چرا تو فکر میکنی احساساتت برای توجیه کردن نظرات روش خوبی هست. نگاه کن آمار جان، آرمین جان نگاه کن، من 7-8 سال پیش دقیقا مثل تو فکر میکردم تو این زمینه ها، یعنی این چیزی که تو الان داری میگی، مثلا این اعتمادی که تو نسبت به آمار و اینترنت و مثلا گزارش و این چیزا داری، برای من هم همین شکلی بوده قبلا. من ولی... اعتماد ندارم، تو اصلا گوش نمیکنی. من شکگرام بگم دیگه، میدونم، بذار من جواب بده. خب من احساس میکنم تو این زمینه فکر کنم از تو بیشتر شکگرام باشم، ولی من چیزی که دارم بهت میگم، قبلا هم دلایلم بهت گفتم، گفتم که نگاه کن خیلی از چیزا هست که قابل توضیح دادن هست که چرا مثلا من فکر میکنم که این آمارها کاملا اشتباه هستن، ولی تو مثلا فرض کن به عنوان مثلا یک ایرانی داخل ایران زندگی کردی، مثلا ما هممون در ایران زندگی کردیم، همه ما کسایی که اینجا هستیم، ماها خیلی خیلی بهتر میفهمیم که وضعیت ایران چیه تا یک جماعتی که توی خارج نشستن دارن با تعریف خودشون از نجات پرستی قضاوت میکنن یه کشوری. ما چقدر درباره بنگلادش مثلا اطلاعات داریم؟ ما مثلا ما تعدادی کلان جا هستیم، اونا هم اطلاعاتشون درباره خیلی از خارجی‌ها، خیلی از اروپایی‌ها فکر میکنن ایران مثلا کویره، اصلا حتی طرف فکر میکنن عجب حرفات خیلی خیلی ببین، اولا که کسایی که تو فکر میکنیم تو داری مقایسه میکنی مثلا با مردم مثلا بی سواد، مثلا فرض کن تو توی میانگین مردم بی سواد مثلا آمریکا رو داری مقایسه میکنی با اونایی که دارن کارهای آکادمیک میکنن و دارن کارهای تحقیق علمی میکنن، تو میگی که آها خیلی خیلی آره، تو آمریکا اگه بری تو خیابون از مردم بپرسی اصلا ایران کجاست، اکثرشون حتی نمیتونن رو نقشه نشون بدن که ایران کجاست. تو داری اینا رو مقایسه میکنی با کسایی که توی آکادمیا دارن کارهای پژوهشی میکنن، این حرفات خیلی غیر منطقیه آریا جان. بعد میای میگی که خب کسایی که چی گفتی، آها گفتی کسایی ما کسایی که تو ایران هستن بهتر میدونن. خب اولا خب اگه میخوای از لحاظ تجربه شخصی بگی، خب تجربه شخصی من اگه بخوام نتیجه گیری بکنم، تو میگی تجربه شخصی اینه که مثلا مردم ایران نژادستیز نیستن، خب تجربه شخصی من میگه که به شدت هستن. من تمام تجربه شخصی بود که داشتم از توی 21 سالی که تو ایران زندگی میکردم، میگه که همه به شدت تمام، که اصلا من عرب ستیز فقط خودم رو میشناختم که عرب ستیز نبود، من یک نفر ندیدم تو تمام مدتی که اونجا بودم. مثلا مردم به من فوش میدادن برای اینکه پیشنهاد میکردم که عرب ستیز نباشیم. من میدونم بقیه عرب ستیز هستن، حتما کسایی که عرب ستیز نیستن، ولی اگه میخوای از تجربه شخصی فهم کنی، تجربه شخصی میشه استفاده کرد برای نتیجه گیری. خب تجربه شخصی به من نشون میده که من هر کی رو درباره عرب باشون صحبت کردن، تجربه شخصی من این بود که نشون داد که اینا عرب ستیزن، ولی من از تجربه شخصیم استفاده نمی کنم، برای اینکه تجربه شخصی به شدت غیر قابل اعتماده. خب ما ممکنه تو اون قسمتی که من زندگی میکردم ممکنه مردم اینجوری باشن، این معنیش نیست که همه ایرانی اونجوریان که من دیدم. من آمار رو در نظر میگیرم و میگه اینا از تعریفی که خودشون برای نژاد ستیزی استفاده میکنن. اتفاقا اگه من الان به تو نشون دادم که سوال اصلا این نبود، که سوال اصلا کلمه نژاد ستیزی رو یا نژاد پرستی رو توش استفاده نمیکرد، یعنی بر اساس سوال بر اساس این بود که آیا شما یک همسایه‌ای که نژاد شما نباشه، اصلا تو نمیدونم گوش میکنی یا نمیکنی، داره سوال میپرسه آیا کسی که هم نژاد شما هست رو به عنوان یک همسایه قبول میکنی یا نمیکنی، یعنی حتی تعریف کلمه اصلا اینجا مطرح نیست. خب شما میگی که اینا نژاد ستیزی رو تعریفش برای شما براشون یه چیزی است. خب کسایی که نژاد ستیزی رو اینجا خواستن تعریف بکنن، برای این اساس نژاد ستیزی رو تعریف کردن که شما دوست ندارین با دور برای کسایی باشین که هم نژاد شما نیستن. خب اگه شما اینو نژاد ستیزی نمیدونید، خب من اینو نژاد ستیزی میدونم، خب شما اسم نژاد ستیزی رو تعریفی که من دارم با تعریف اینا نزدیکتره، شما میگین این نژاد ستیزی نیست، تو یه تعریف دیگه داری که ایرانیایی که شما ایرانی هستین، مثلا من مثلا که حالیم نمیشه که توی فرهنگ ایرانی نژاد ستیزی مثلا انگار یه چیز دیگه است. هر چی که هست، این چیزی که این آمار نشون میده زشته، حالا اسمشو بذار یه چیز دیگه، اسمشو بذار چه میدونم XDB یه چیزی. خب هر چی که هست، این تو ایران زیاده، این زشته. تعریف رو میخواییم با هم صحبت بکنیم یه چیزی که مشکلی که وجود داره تو جامعه.
نگاه کن یکم کوتاه صحبت کن بشه قسمت قسمت صحبت کرد تو این شکلی. آخه سه تا نکته گفتی، من ببین الان سه تا نکته گفتی، من سه تاش رو خواستم جواب بدم. باشه باشه یک... من هم خب من یه نکته اگه میخوای کوتاه بگم یه نکته بگو که اون یه نکته رو جواب بدم. باشه ولی الان چند تا موضوع مختلفو گفتی، ولی من حالا سعی میکنم خیلی کوتاه مثلا جواب بدم. میکروفونت خیلی خشخش میکنه آریا جان. اوکی سعی میکنم زیاد حرف نزنم. نگاه کن تحقیق علمی پایه داره، خب آدم باید همیشه اون پایه ها رو در نظر بگیره. و آمار مثلا در ایران، خب آمار ما تو ایران آمار خیلی قوی نداریم. خب ایران مثلا آمارش توسط جمهوری اسلامی داره چیز میشه که ما اعتماد میکنیم به جمهوری اسلامی و درباره ایران هم که این آمار از جمهوری اسلامی نیست آریا جان. خب نگاه کن مثلا تو داری درباره مثلا آلمان صحبت میکنی، مثلا فرض کن یه درباره مثلا یه کشور مثلا درباره آلمان صحبت میکنی، توی آلمان اگه شما به یه نفر از یه نفر بپرسن که آیا مثلا شما همسایه خارجیتون رو قبول میکنی یا نه، خب کسی جرأت داره اصلا بگه نه؟ نه اصلا. آره نه اصلا تنها... این چیزی نیست. من اینجا دارم زندگی اصلا شاید براش مشکل غلطه. نه تنها تو آلمان ها جرأت دارن اینو بگن، حاضرن رأی بدن به کثیف‌ترین نژادستیزترین گروه‌های سیاسی رو تو آلمان حاضرن بهشون رأی بدن. شما اصلا اگه میگین که الان بزرگترین الان این سیاسی اینا، آره اینا اصلا به صورت سیاسی به شدت دارن بعضی از این نژادستیزترین گروه‌های سیاسی تو آلمان دارن رشد میکنن و شما دارین میگین اینا حتی جرئت ندارن بیان بگن که تو آلمان انقدر برنامه دارن از آلمان به طور کاملا عام داره میاد بیرون که مردم علیه نیت که خودت آریا جان خیلی میکروفونت بده امروز خود این همه من کلی مردم از آلمان صداشون در اومده علیه کسایی که پناهنده میخوان پناهنده بشن. من نمیدونم شما ببین بعدم این آمار شما فکر میکنین که توی آماری که مردم دارن میپرسن کسی میاد میترسه که آها من اگه بگم که من توی این آمار بگم که نه من دوست ندارم نژاد کسی که هم نژاد من همسایه‌ام بشه دولت میافته دنبالم. ببین این این توهم توطئه، کسی هم چی فکر نمیکنه، هیچ کسی فکر نمیکنه که پلیس آلمان چیزی غیر قانونیه که مثلا نژاد ستیزی اون چیزا در آلمان. نه خیر تو آلمان نژاد ستیزی قرار نه خیر تو آلمان یه سری چیزای غیر قانونیه که اونم نباید غیر قانونی باشه. این چیزایی که غیر قانونیه مثلا یه چیز خاصیه که برمیگرده به کسایی که زمان یعنی دقیقاً سیمبل ها و عضو شدن گروه هایی که دقیقاً ربط داره به اون گروهی که مال آدولف مال جنگ جهانی دوم. البته یوتیوب هم به این حساسیت داره برای همین من اسمشو نمیارم. خب دقیقاً سر اون نکته های خیلی خاص هست که اگه یعنی تو آلمان اگه شما مثلا بگی من همسایه هم که نژادش با من مختلف باشه دوست ندارم اینجا باشه، این غیر قانونی است. من خودم تو آلمان که بودم یک سری از این گروه ها میخواستن از من میخواستن استفاده بکنن، منو دعوت کرده بودن، یعنی به طور پابلیک اینا میومدن یه حرفای به شدت کثیف نژادستیزی میزدن برنامه اصلا ما اینا کنفرانس داشتن. من نمیدونم شما دارین در چی صحبت میکاری، اینا کنفرانس داشتن، کلی هم بیننده داشتن. بعد از این مدتی هم من متوجه شدم اینا دارن از من برای از اسلام ستیزی من دارن سوء استفاده میکنن، دیگه براشون کار نمیکنم. ولی اینکه اینا به طور پابلیک میتونستن بیان برنامه بذارن و علیه مثلا نژاد مردم صحبت بکنن، این هم چیزای غیر قانونی نیست. فقط یه گروه های خیلی البته اونایی هم این چیزی هم که غیر قانونی شده تو آلمان من مخالفم باش، ولی اینکه من طرفدار آزادی بیانم، ولی اینجوری هم که شما میگین به شدت نیست. کسی بیاد بگه من همسایه‌ام اگه هم نژاد من نباشه من دوست ندارم، من دوست دارم توی محله زندگی کنم که همه هم نژادم باشن. آها پلیس بیاد دستگیرت بکنه به جریمت کنه، اینجوری تو آلمان؟ ببین من خودم نزدیک بالای 10 ساله که دارم توی آلمان زندگی میکنم، خب من جو اینجا رو خوب میشناسم. اینجا این شکل بله اگه شما بخوای پاتو محکم بذاری، مثلا بخوای تکلیف خودتو مشخص کنی که از کدوم سازمان سیاسی و این چیزا طرفداری میکنی اون بحث شده، ولی اگه خودت نخوای درگیر اون مسائل خاص بکنی سعی میکنی چیکار کنی؟ سعی میکنی توی طیف خاکستری حرکت کنی ولی اون افکار خودت هم داشته باشی. نجات پرستی نیست که مثلا فرض الان مثلا من دارم آلمان نگاه میکنم، میگم آلمان به شدت از دید من به شدت نجات پرسته نسبت به خارجی ها. فقط اون نجات پرستی رو توی سیستمی میبره که اون سیستم داره بهشون اجازه این اقدام خاصی رو نمیده، فقط در حدی که دیگران رو تحمل کنن. یعنی شما اینجا به عنوان مثلا فرض کن یک زندانی مثلا با خارجی مثل زندانی رفتار میشه، اصلا باهاشون هیچ روابط خاصی اینجا چیز نمیشه که مثلا بخواد مثلا آلمان مشکلات آلمان کشوریه که بیشتر از
اکثر کشورهای اروپایی هزینه داده به خاطر پناهنده جور، و این مدت هم این پنزینه هم که داده به خاطر یه مقدارم باعث شده که مردم یه مقدار تو سالیان گذشته بیشتر از این آماری هم که من نشون دادم الان یه مقدار بدتر شده تو آلمان به خاطر اینکه تجربه بدی که داشتن از پناهنده جور. ولی خود آلمان کشوریه که واقعا هزینه داده که قبول بکنه مردمی که از کشوری که از سوریه مخصوصا قبول بکنه. اصلا شما نمیدونم تجربتون رو دارین میگین، ولی من تجربه خیلی خوبی هم دیدم از کسایی که پناهنده جور بودن و جوری که باهاشون رفتار شده خیلی خوشحال بودن، خیلی راضی بودن، خیلی احساس کردن بهش. ببین بالاخره کار سختی هم هست برای یک همچین کشوری، این همه پناهنده جور اومده بتونه همشون رو به سرویس خوب بهشون بده، همشون رو یه سری آدمای محترم جلوشون رو بذاره. بالاخره بعضیشون هم تجربه بد خواهند داشت، ولی به طور کل آلمان من فکر کنم نسبت به کشورهای دیگه از لحاظ یعنی کار انسان دوستانه کرده بیشتر از اون چیزی بوده که انتظار ازش بوده برای اینکه بتونه این همه پناهنده رو تو کشور خودش قبول بکنه. یعنی من میگم به آلمان، اصلا با کشور آلمان باید تبریک گفت به خاطر کاری که برای پناهنده جواب داد. ببین آلمان حتی با مثلا بعدش یه قسمتی از آلمان رو خود پناهنده های اینجا ساختن. اصلا علت این که آلمان پناهجو میگیره اینه که آلمان بدون پناهجو سقوط میکنه. اصلا یعنی ما پناهجوها هستیم که اینجا آلمان رو نگه داشتیم. پناهجو نه پناهندجو. مرسی رامین جان، من اشتباه داره. مهم اینه که نگاه کن، تو دارید میگی که آلمان خیلی لطف کرده در حق نمیدونم پناهنده و اینا. آلمان از پناهنده استفاده میکنه برای اینکه کشورشو بالا بکشه. پناهنده اینجا من مثلا وقتی میرم مثلا یه کارخونه که من کار میکنم میبینم 90% داره خارجی اینجا کار میکنه و 10% آلمانی، اون 10% هم داره حکومت میکنه بر اون 90% چیز و تمام کار. شما اگه یک پناهجو هستین تو آلمان، امیدوارم به نفع کشور آلمان کار بکنید به خاطر اینکه آلمان کشور خودش رو به شما داده. و اگه آلمان داره از پناهنده هاش سود میبره، حقشه که سود ببره. آلمان خب این حرف تو الان نجات پرستی نیست به نظر خودت؟ یعنی این حرف رو داری میزنی، تو داری میگی آلمانی ها نجات برتری هستن نسبت، یعنی داری میگی آلمانی ها خیلی بی‌انصافی، خیلی بی‌انصافی، خیلی بی‌انصافی. چه حرفی تو دهن من تو دقیقا گذاشتی. داری میگی آلمانی ها بهتری هستن نسبت به پناهنده ها. تو شنیدی بابک؟ تو به من تو شنیدی اصلا من یک بار بگم آلمانی ها بهترن از لحاظ نژاد به من پناهنده؟ اصلا من همچین حرف، اصلا من حرف بهتری زدم؟ اصلا من گفتم کسی از کسی بهتره بابک؟ نگاه کن اگه تو معتقد به این هستی، عجب حرفی تو دهن من گذاشتی. تو معتقد به این هستی منی که یک عمر علیه نژاد ستیزی دارم می جنگم، این داره به من میگه که من فکر میکنم نژاد آلمانی از نژاد پناهنده برتره؟ نه عجب حرفی، خودش واقعا خودشون یعنی واقعا برداشت بی انصافانه کردی از حرف من. نگاه کن یه لحظه اینقدر احساساتی نشو لطفا. تو داری به من تهمت اینو میزنی که من فکر میکنم نژاد آلمانی از نژاد پناهنده بهتره، و بعد به من میگی تو خود گفتی نژادستی پرستیه، بعد تو به من میگی احساساتی نشو. مگه میشه من احساساتی نشم وقتی تو به من یه همچین حرف میزنی؟ یه همچین حرف زشت رو دهن من میزنی چیزی که اصلا نگفتم. نه نگاه کن ببین، من حرفم صرفا این نیست که مثلا بخوای مستقیم بگی نژادشون برتره، ولی تو داری میگی اونها. تو اگه معتقد بر این هستی که تمام آدمای روی زمین با همدیگه از لحاظ درونی مساوی هستن، نمیتونی بگی آلمانی‌ها بهتر از دیگران رفتار کردن. من هیچ وقت نگفتم آلمانی‌ها بهتر. من که گفتم بهترن؟ من گفتم ببین اگه یک آلمانی خب بره توی یه کشوری دیگه، بره توی مثلا کجا بگم، مصر، خب، و کشور مصر برای این آلمانی دولتش یه هزینه ای انجام بده که راحت بکنه برای این آلمانی تو مصر کار کردنه، خب به نظر من خوبه که این آلمانیه وقتی تو مصر کار میکنه یک سودی برای مصر راسته باشه. یعنی اگه دولت مصر داره هزینه میکنه که این شخص آلمانی راحت بتونه وارد مصر بشه و تو مصر راحت کار بکنه،
خب امیدوارم که دولت مصر این هزینه که کرده روی این آلمانی، این آلمانیه وقتی داره تو مصر کار میکنه، این سودش برای دولت مصر برگرده. این هیچ ربطی با برتری مصری به آلمانی یا آلمانی به مصری نداره. من امیدوارم برداشت این هزینه رو اون دولت بکنه. هیچ ربطی با برتری هیچ مردمی از مردم دیگه نداره. نگاه کن کلن کشورهای اروپایی همشون اینجوری هستن که منظور منو فهمیدی؟ نه 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 آره جان، منظور منو فهمیدی؟ دیدی که هیچ ربطی با برتری نداره؟ تو داری نگاه کن اون مدلی که تو منظور منو الان فهمیدی که چرا هیچ ربطی با برتری نداره و نجات ستیزی و نجات پرستی نداره؟ خب منظور اینو فهمیدی نفهمیدی؟ ولی از دید تو نداره، ولی از دید من وقتی یه نفر معتقد باشه که تمام مردم روی زمین با همدیگه مساوی هست، یه سری از برداشت‌ها رو نمی‌کنه. ولی مثلا فرض کن چی می‌خواستم بگم یادم رفت. نکته آخرت بگو. داشتم درباره کشور اروپایی صحبت می‌کردم. تو کشور اروپایی یه سری از کشورها هستن که جذب می‌کنن جوونا رو، جذب می‌کنن کسایی که باهوش هستن، برای کشور مفید هستن، اون کشورها بالا میرن. و یه سری از کشورهای اروپایی هستن که اون مردم باهوش و جووناشون رو چیزا رو از دست میدن به سمت اون کشورها. خب آلمان از اون کشورهایی که که مثلا فرض کن جوونا رو جذب میکنه، باعث پیشرفت آلمان یکی از علتهای مهمش پناهجوها هستن. اگه آلمان کشور موفقیه، نه فقط یک آلمانی بلکه یک پناهجو هم که در آلمان زحمت کشیده، دقیقاً مثل یک آلمانی با هم مساوی زحمت کشیدن برای یک کشور. مگه من گفتم نبودن زحمت؟ نه این درست، من اینو قبول دارم و اینم اتفاقا خوبه که آلمان تونسته باهوشی بکنه که یک کشوری درست بکنه که کسایی که استعداد دارن و کسایی که میخوان کار بکنن، برای اینا یه جذابیتی به وجود آورده که اونا رو بتونه بگیره و بیاد به نفع کشورش هم باشه. کاش که دولت ایران هم اینجوری بود. کاش که دولت ایران هم میتونست مثلا، یا اینکه سوریه هم یه کشوری بود که میتونست اومدن استعدادها و کسایی که کارش به کار علاقه دارن و براشون جذاب بود که میومدن تو این کشورها، کشورهایی که زرنگترن، کشورهایی که میتونن یک همچین محیطی درست بکنن که جذب بکنن کسایی که برای کشورشون مفید خواهد بود، اون کشورها پیروز میشن و این پیروزی هم حقشونه. بابک بفرم. من یه سوال دارم از آریا، اونم اینه که دولت آلمان تفاوتی در حقوق شهروندی یک آلمانی و یک پناهجو داره؟ از لحاظ ظاهری نه. یک تفاوتی قائل میشه؟ از لحاظ ظاهری نه، ولی از لحاظ باطنی، خب مثلا فرض کن پناهجوهایی که میان اینجا به خاطر مثلا فرض کن به خاطر اینکه خیلی از چیزها رو بلد نیستن، یعنی اطلاعات و سواد اون لازم رو ندارن برای استفاده از حتی امکانات دولتی، برای همین در نهایت این شکلی میشه که آلمانی ها از همون امکانات خیلی خیلی بیشتر استفاده میکنن تا یه خارجی که میاد اینجا. اگر یک پناهجوی از اون مسائل اطلاع داشته باشه، دولت مانع این میشه که اون بخواد از اون استفاده کنه؟ بستگی داره. میگم اگه بتونه مثلا زبانش عالی باشه و اگه بتونه تمام من جواب من میخوام بگم، خب به هر حال ببین، خب نمیتونه این کارو بکنه به خاطر اینکه در نهایت اون چیزها رو نداره، اون فاکتورهای لازم رو برای رسیدن به اون امکانات مساوی و با یک آلمانی در یک سطح قرار گرفتن در نهایت نداره و نمیتونه هم داشته باشه به خاطر اینکه کمک اطلاعاتی نمیگیره از دیگران. میدونی چی میگم؟ یعنی درسته از لحاظ دولتی اینا با هم مساویه، ولی در عمل با اونجوری نمیشه. حالا چیزی که میخواستم بگم این بود، ما داشتیم درباره نجات پرستی در ایران صحبت میکنیم، بس چیز شد. یه نکته آخرت رو بگو برای اینکه من ببینم کیا به منتظرن. میلاد هست، زنبلوغ هست، دانیال هست، پویا هست، علی هم هست، بعدم باید دوباره برگردیم سراغ امیر. ولی اگه ولی وقتی که نکته آخر رو گفتی بمون که اگه وقت شد دوباره بیارمت بالا. خب بگو نکته آخرتو بگو. ببین تو گفتی که مثلا فرض کن درباره اعراب صحبت کردی، مثلا من یکی از سوالایی که از تو دارم اینه که آیا فکر میکنی مثلا اگه حتی بگیم تو ایران نجات ستیزی بر علیه اعراب وجود داره، فکر میکنی این از سر این میاد که ایرانی‌ها فکر میکنن نژاد برترن، یا به خاطر عوامل دیگه؟ یعنی علتش فکر میکنی چیه؟ علتش فکر میکنی نجات پرستیه؟ یعنی یعنی خود این نجات پرستی که تو ذهن توه از دید تو چه پایه‌ای داره؟ یعنی از کجا میاد این که مثلا یه نفر بگه خون من قرمزتر از خون مثلا اعرابه؟ این شکلی فکر میکنی؟
نمیدونم دلالش ممکنه مختلف باشه، نتیجهش رو من میبینم، نتیجهش نجاست تیزیه. خب نگاه کن، اگه دلالش ممکنه مختلف باشه، حالا به هر دلیلی اگه باشه، اگه اینجوری باشه، چرا ایرانی ها نسبت به مثلا مردم آذربایجان، نسبت به مردم هند، نسبت به کشورهای دیگه این حسو ندارن؟ این سوال به نظر تو چی جواب میده؟ آریا جان، من میدونم تو منظورت این نیست، ولی مراقب باش، برای اینکه اینجوری که داری صحبت میکنی ممکنه به نظر برسه که تو داری توجیه میکنی نژاد ستیزی رو، انگار داری میگی که چون تاریخ بعدی که ما با عرب داریم، تو انگار داری تو یه جوری میگی انگار مثلا نژاد ستیزی علیه عربا به حقه. میدونم، امیدوارم منظورت این نباشه، ولی ممکنه اینجوری به نظر کسی بیاد. آیا داری همچین پیشنهادی میدی؟ من نه تو اومد نمیخوام بزنم، دارم میپرسم. من اول که عرب ایرانی اول از همه ایرانی میدونم، ولی من چنین چیزی اصلا نمیگم. من برعکس دارم میگم همه مردم دنیا با هم دیگه یکسانن، ولی آدم باید اول از همه مردم کشور خودش براش اهمیت داشته باشه. این برای من مهمه، یعنی چون این باعث میشه که آدم بتونه کشورش رو آباد کنه. ولی البته که همه مردم دنیا هم باید احترام بذاره و بعد براش اونها هم باید دقیقا براش مهم باشه. من اگه قرار بود حدس بزنم، نمیدونم، ممکنه بگم که ببینید نژاد ستیزی اینکه داره تو بعضی جاهای دیگه دنیا کم میشه یه چیز جدیده. خب یعنی نژاد ستیزی یه چیزی بود که تو طول تاریخ اصلا انقدر رواج داشته باشه که نبودنش اصلا عجیبه. خب اگه مثلا یه دلیلی که مثلا ممکنه تو ایران مثلا برای خب معمولا هم جوری که خودش نشون میده با اون گروه هاییه که از تاریخی مردمت باش مثلا کنشی داشته، خب که برای همینم ممکنه میبینیم تو ایران ممکنه علیه عرب زیاد باشه، ولی همه جا این بوده، همیشه اینجوری بوده، ولی الان داره تو دنیا کمتر میشه به خاطر اینکه کار زشتی تعیین میشه و خوبه، ولی ایران یه مقدار عقبه. خب من یه چیزی بگم، من نمیخوام کسی فکر کنه که یعنی من دارم میگم ایران بد. خب اتفاقا چون همه جا این داره کم میشه، دلیلی که تو ایران الان این مقدار عقبه به خاطر اینکه ایران جلوی پیشرفتش گرفته شده. خب مثلا به خاطر این دولتی که الان داریم. خب یعنی من فکر میکنم به طور طبیعی اگه ایران اون پیشرفتی رو از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ یعنی پیشرفت خودش رو بکنه، من فکر نمیکنم، من اینجوری نیست که مثلا فکر کنم مردم ایران قابلیت نژاد ستیزی نداشتن و ندارن. خب نه، همون جوری که جاهای کشورهای دیگه پیشرفت کردن، نژاد ستیزی هم آروم آروم توش کم شده، ایران هم به احتمال زیاد وقتی که فرصت پیشرفت رو بهش بدین، نژاد ستیزی هم توش کم میشه. یعنی تو اگه نگران این هستی که من فکر میکنم که مثلا دارم علی مردم ایران به طور ذاتی چیزی میگم مشکلی هست که اینا نژاد ستیزن، اصلا اینطوری نیست. فرصت پیشرفت ایران پیدا بکنه، نژاد ستیزیش هم به نظر من احتمال کم شدنش بسیار زیاده. بله، کلا نگاه کن، به نظر من این کلمه نجات پرستی از وقتی که درست شد و رواج پیدا کرد بین مردم، یه کلمه لقیه که به اصطلاح هر وقت که هر اتفاقی میفته سریع اون نجات پرستی رو میذارن روش که نه این فلانی نجات پرست فلانی. نه، در حالی که من بر اساس آمار میگم، نه به نظر من، خب اون آمار، خود آمار میگم، اون پایه‌هایی که داره میگه گفتی. آره، گفتی. من میدونم تو چقدر غیر علمی هستی آریا جان، تو زده تو بر تو احساساتو نه، احساسات من تجربه شخصی دوست دارم. طبق تجربه دیدم که توی اینترنت، تجربه شخصی، طبق تجربه دیدم که توی اینترنت شما هر عقایدی که داشته باشی برای تایید عقایدت میتونی چیزهایی رو پیدا بکنی، ولی باید، ولی این که چه شکلی بتونی واقعیت رو از، یعنی چطوری بتونی یه دیدگاه سابجکتیو رو بخوای به ابجکتیو تبدیل کنی، به این راحتی نیست که فقط بگی یه واشنگتن پست مثلا یه آمار گذاشته حتما. نه آریا جان، این فقط یه واشنگتن پست نیست، اینا هر آماری رو نگاه بکنی اینو نشون میده. و یه چیزی بگم، من اگه آمار بیاد برعکسش نشون بده کاملا نظرمو، اگه با هم تناقض داشته باشن آمارا رو، خب من نمیام بگم اونا رو میذارم کنار فقط اینا رو نگاه میکنم. اگه آمار به من نشون داده باشه که تناقض داره، شکگرا میشم، میگم پس نمیدونم کدومش درسته. اگه کلی آمار بیاد که نقص، کاملا اون آماری بیاد که بگه اصلا این از نظر علمی بهتره از این آمارایی که تو آرمی نشون دادی، اصلا نظرم کاملا عوض میکنم به سرعت، اصلا با افتخار میام نظرم عوض میکنم. یا آمار مثلا یکی بیا یه آمار جدید بگیره و نشون بده که از نظر علمی روش این آمار بهتر بوده و بیا بگه که اصلا برعکس این چیزیه که من دیدم، من همونجا همون زمان بدون تعصب میام میگم که این آمار جدید احتمالش بیشتره، من اینو قبول میکنم، اونا رو میذارم کنار به سرعت.
آره، ولی مثلا یکی از موضوعات دیگه ای هم که خیلی مهمه اینه که مثلا ما الان نماینده هامون در کشورهای اروپایی و مثلا آمریکایی در واقع همون جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی شده نماینده من و شما و 80% 90% مردمی که مثلا اصلا مخالف جمهوری اسلامی هستن، جمهوری اسلامی شده نماینده اون 80-90%. میدونی چی میگم؟ و بله، بله، این آمار از جمهوری اسلامی نخیر، این آمار از جمهوری اسلامی، این آمار رو برای خامنه ای نفرستادن که خامنه ای جواب بده، این آمار رو از مردم ایران گرفت. آره جان من باید بریم چون که خیلی صحبت کردیم، ولی باشه من... فداتون بشم. من دوباره بیا اگه بخش. حرفی که من دارم میزنم دقیقا برعکس اون چیزی که تو الان مثلا برداشت کردی. من دارم میگم ما ایرانی‌ها نجات پرست نیستیم، این از ناآگاهی میاد، از چیزایی میاد که ما مثلا فرض کن دیگران یه سیستمی درست کردن که بگن آقا این کارا رو نکن. ما تو اینا رو سند نداری برای شاریا، اینا رو احساساتت میگه. نه نه خب این سیستمی، یعنی این سیستم قوانینه. مثلا فرض کن تو آلمان میگه آقا شما این کارا رو اجازه نداری بکنی در مقابل انسان دیگران. حالا اگه همین کارا رو بکنی بهت میگن نجات پرستی کردی و درستم. خب تقریبا نسبت به تعریفی که دارن درست میگن. آره جان ما باید بریم سراغ بقیه. خب ولی جا بگم جانم. بگم ببین بتا. اینجا تو این مورد من فکر نمیکنم نظر من مهم باشه که به چه دلیلی ایرانی ها رو نجات پرستن طبق این آماری که اینجا هست. یعنی دلیلش مهم نیست، نتیجه عمل مهمه. حالا شما میگی دلیلش اینه، اوکی بریم بسه آگاهی بدیم، بریم روشنگری کنیم، بگیم آقا این کار نکن، اینجوری به این صورت خوب نیست. خب اما یک حقیقتیه که وجود داره، حالا به هر دلیلی، حتی اگر دلیلش هم اشتباه باشه. من میگم خود کلمه نجات پرستی اینجا اصلا غلط هست، اصلا اون کلمه اشتباه. من اصلا نجات پرستی استفاده نمیکنم، من همش نجات ستیزی استفاده میکنم. تو این نجات پرستی داخل اون چیز، داخل اون به اصطلاح آماری که مثلا اومده، یا مثلا کلا هر دو این آمار داره. اصلا ببین این آمار از هیچ تعریفی استفاده نکرده، این آمار فقط داره میگه که چند درصد مردم علیه داشتن همسایه با یک نژاد دیگه هستن. اصلا آمار نیومده، اصلا این آمارا اصلا نباید بگیم. من تعریفش کردم نژاد ستیزی. خب یا اینکه تایتل های مقاله های دیگه از این خود آماری که گرفته شده اسم برای این نداره، خود آمار فقط اینو سوال کرده که آیا شما نژاد خیلی عجیب و غریبی راستش بخوای. اصلا یعنی این چیزی که من خب دارم آمارهای دیگه هم آمارهای دیگه هم روشهای دیگه هم تقریبا با اینها هم نظره. چه عجیب غریب باشه برای من خیلی عجیب تره. برو رو آما آرمین جان، برو رو آما. بله اگه اشتباه نکنم این باید اینجا کره جنوبی باشه، درسته؟ این پایین که نارنجیه، بغل ژاپن. کجا؟ بالا بغل ژاپن. ها اینجا، آره این کره جنوبیه، درسته. خب برای من مثلا این الان برای من بیشتر سواله که چرا کره جنوبی با همچین سطح جونه. بخاطر زد ژاپنی این سطح از آگاهی که دارن، علمی که دارن، تکنولوژی، چرا اینا غیر مزن؟ خب آره، خب سواله. آره فاکتوراش مختلفه که چه چیزی میتونه. البته بگم اینا مثلا تو کشور خاور دور، البته مثلا تو تایلند و توی کره جنوبی اینا مثلا علیه سیاه پوستا هم خیلی نجات پرست هستن، یعنی بد هست این کشور. کره شمالی رو نگاه کن، کره شمالی نیست. حالا یا آماری نتونسته نه کره شمالی آمار ندارن، خاکستری اونایی که آمار ندارن. یعنی مثلا میخوای بگی که تو ایران هم که الان داره ایران این رنگی نشون میده، احتمال داره به خاطر این که مثلا مشکلشون با افغانستان باشه؟ دلیلش من نمیدونم، من فقط میدونم این مشکل هست. دلیلش من میتونم حدس بزنم، ولی فقط حدسه. دلیلش یک دلیلای مختلفی که فاکتورای این آمار رو میاری که فاکتورای خود فاکتورایی که این آمار بر این آمار داره. ببین این آمار فقط یه سوال کرده. خب آمارهای دیگه هم وجود داره که همین نتیجه رو نشون میده. این آمار دنبال دلیل نگشته، این آمار فقط دنبال نتیجه گشته. ولی خب آریا من باید برم در سراغ زنبلاغ. این بر اساس یک سوال مشخص بود که پرسیده بود ازش، کاری بود دلایلی که نداشت. باشه ممنون آریا. سوالش دقیقا همین بوده، یعنی سوالش دقیقا همین یه جمله بوده که آیا شما مثلا بر علیه مثلا نژاد نمیدونم همسایتون هستید یا همچین چیزی سوال پرسیده. حالا بعدا من خودم اینو بعد دقیق تر نگاه کنم با هم دیگه صحبت کنیم. باشه. اوکی خیلی خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشید. عصبانی هم نشو از دست من. من کلا حرفام همیشه یه کمی تند هست.
ولی یه کمی نه من ببین من قبل از اینکه دین ستیز بشم بود، قبل از اینکه فعالیت دین ستیزی بکنم، فعالیتام از همون بچگیم ضد نژاد ستیزی بود، از همون تو ایرانم که بودم. یعنی این یه چیزیه که بعد یه کسی به من ببین، من یه تجربه خیلی بدی هم که دارم اینه که توی این کشورهای غربی خیلی به من تهمت‌های نژاد ستیزی میشه. کسی یعنی چیزی که من انقدر علیش میجنگم چون اسلام ستیزم، توی مثلا این چپیای کشورهای غربی همش به من تهمت اسلام ستیزی میزنن و برای من این همیشه خیلی چیز عجیبیه. پس تو خودت بعد در واقع بیشتر از هر کسی بفهمی که این کلمه نژاد پرستی این چیز یا نژاد ستیزی بیشتر متوجه که الکی میذارن رو ملت مختلف. اصلا خیلی آریا جان خیلی قاطی میکنی. تو فکر میکنی تو کشور غرب همه چی قاطی پاید، یعنی همه هر چی تو کشور غرب همه رو با هم یکی میدونی. تو یعنی این کسایی که توی روی تویتر و اینا به من تهمت نژاد ستیزی میزنن و با کسایی که تو دانشگاه دارن کار پژوهشی میکنن و یکی میکنی. من باید برم یعنی نه چون نه که توی چون این غربیایی که نژاد ستیزی رو مثلا بعضی از این چپیای غربی که به همه میگه هر کسی رو دوست ندارم بهش میگن نژاد ستیزی، شما چون این تجربه رو من دارم، من نباید بیام از یه چیزی که یک کار علمی که اصلا اسم نژاد ستیزی رو اصلا توش نیورده اینو من باید شک بکنم به خاطر که این بعضی از غربی ها کلمه نژاد ستیزی رو خیلی الکی همینجوری علی همه استفاده میکنن. یعنی اصلا هر چی رو به هر چی میخوای وصل میکنی. نه ولی یه وقتای آدم یه چیزایی تو ذهنش، یک منطقی تو ذهنش اشتباهه و با وجود که مثلا آدم میخواد که مثلا فرض کن یک مثلا مهربون باشه یا مثلا همه رو مثل هم ببینه، ولی اون منطقی پایه‌ای هستن که آدم فکر میکنه خب درست هستن و همیشه هم بهش مطمئنه، ولی ممکنه اون باعث بشه که بدون که خودش بدونه یه چیزی رو اشتباه خب فکر کنه و اون اشتباه ها برای همه ممکنه پیش بیاد و یه چیزی هم نیست که بخواد چیز باشه ناراحت کنه. باشه خب روز خوبی داشته باشی. مرسی جان، ببخشید. ممنون از وقتت. نخواهش. ممنونم. فعلا خدا.